بفرمایید بکریه. سلام علیکم. سلام علیکم، شما از مخالفین هستین؟ بله من سنیم. من شما یک سوال دارم. خب بفرمایید، شما بپرسید. چون بپرسید اشکال نداره. یه حدیثی هست از رسول اکرم میگه انی تارکم فیکم و ثقلین ما انتمسکتم به ما لن تدلو کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض انظرو کیف تخلفونی فیه ما. بله، سوال من اینجاست که پیغمبر میگه که من دو چیز گرانسنگ در میان شما میذارم، تا زمانی که به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و اطرتم خاندانم را. بلی. و هر آینه آن دو چیز و هر آینه آن دو هرگز از یک دیگر جدا نمیگردند تا در قیامت در کنار حوض کوثر در من وارد شدند. پس توجه کنید که چگونه پس از من با آن دو رفتار میکنید. درست شد؟ بله. حالا میخواستم بپرسم که این قرآنی که الان در سمان شما هستش اهل بیتش کجاست؟ بله. ببین برادر محترم، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اهل بیت هیچ وقت از قرآن کریم جدا نمیشن، منظور صفحات قرآن کریم و کاغذهای قرآن کریم یا اون سیاهی قلم که با اون قرآن رو مینویسن، اون که نیست، این واضح و روشنه. چون او میتونه از در منزل من باشه و در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام نباشه، در خانه رسول خدا نباشه، بلکه در منزل یک کافر باشه، در منزل دشمن رسول خدا باشه. کاغذ قرآن مقدسه، باید بوسید، احترام کرد و تعظیمش کرد. اما او میتونه در شما در پیش مخالفین هم باشه، پیش مخالفین قرآن، منکرین قرآن باشه. امروز شما در هر کتابخانه در امریکا برین، یک نسخه یا چند نسخه از قرآن کریم دارن، در کاخ سفید هم برین قرآن کریم دارن. لذا اون منظور اون نیست. قرآن کریم که با اهل بیت، اهل بیت با قرآن کریم و هیچ وقت از هم جدایی ندارن، یعنی هدایت قرآن کریم، مرجعیت قرآن کریم. قرآن کریم به عنوان کلام خدا، یعنی تجلی خدایی خدا، امر و نهی الهی، هدایت پروردگار عالم. این هدایت پروردگار عالم، این نور پروردگار عالم، این امر خدا، نهی خدا، دعوت خدا به خدایی خودش، به قیامت خودش، به رضای خودش، به رضوان و بهشت خودش و تخویف خدا از نار جهنمش، همه این معانی که خداوند در قرآن فرموده، این از اهل بیت رسول جدا نیست. این معنایش چیه؟ معنایش اینه که اهل بیت تمام معانی و معارف و هدایت قرآن نزد اونها هست و همچنین تمام امور اونها، تمام افعال اونها، تمام اعمال اونها، تمام زندگی اونها، تمام کردار اونها طبق قرآن کریمه. هیچ وقت با هم دیگر جدایی ندارن، همیشه با هم دیگر همخوانی دارن و هیچ وقت بین اینها افتراق نیست و ضدیت نیست. یعنی هر عملی که از اهل بیت صادر بشه طبق حکم خدا هست و هر حکم خداوند متعال نزد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. و همانطور که مسلمان ها باید از قرآن کریم اطاعت بکنن، به همین نحو باید از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام اطاعت بکنن و پیروی بکنن. و این مقام خیلی بلند اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که صریح است در جانشینی اهل بیت و حجیت اونها و امامت اونها. حالا اگر واضح شد بفرمایید، اگر واضح نیست که سوال دیگر کنید. توی این روایت چیزی از هدایت صحبتی نکرده که همین که میگه قرآن برادر من، همین که رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که من رفتم، من میرم، در بین شما میگذارم. خب واضح روشنه، رسول خدا در جای خود میگذاره، یعنی غیمان جانشین خود در جای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم اصلا هست، شأن قرآن کریم برای هدایته، من در جای خود میگذارم، شما باید به این دوتا تمسک بکنید تا هنگامی که تمسک کردید، تمسک یعنی چنگ بزنید، از اینا خوب اطاعت بکنید، از اینا دور نشید، هیچ وقت از او هیچ وقت گمراه نمیشید. خب من منظورش هدایته، منظورش پیرویه، منظورش اطاعته. بله همین که میگه تمسک بکنید تا بله درست شد؟ بله درست شد. ولی بازم این سوال همیشه برای من هستش که این قرآن که ما داریم اهل بیتش کجاست؟ حسن حقیقت قرآن امین عرض کردم که قرآن هیچ وقت از اهل بیت، زمانی که پیغمبر این حدیث رو نقل فرمودن، چیزی به نام کتاب الله مثل این چیزی که الان دست من و شما هستش در دست بوده که پیغمبر بهش اشاره معلوم بوده این کتاب خدا نه اهل بیت من.
وقتی که پیغمبر خدا که خدا را خدا پیغمبرش را فرستاده برای اینکه قرآن را به مردم برسانه، خب قرآن بوده که رسول خدا فرموده که اینی تارکن فیکم فقلین. اگر اصلا کتاب نبود، قرآن خدا نبود، پیغمبر خدا دیگه اون وقت دروغ گفت علی عزب الله که من در بیان شما میگذارم، به جای میگذارم قرآن را. حالا که در این اثر برادر من گوش بکنید، این سوال شما سوال خوبی است. پیغمبر نازل شده اجازه بدید صورت کتابی بودی که دست من و شما دست یا نه چیز دیگه ای بوده؟ نه، اون حقیقت قرآن بر رسول الله نازل شده. کتاب که بر رسول خدا به عنوان کاغذ نازل نشده، جبرئیل آمده بر قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل کرده. بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه. من حالا سوال شما رو متوجه شدم که امروز اون اهل بیت کجا هستند. بسیار سوال خوبیه. این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صراحت دلالت میکنه برادر من که قرآن هیچ وقت از اون اهل بیتی که اهل بیتی که مثل قرآن هستن، هم پله قرآن هستن و کلام اونها هیچ وقت از کلام خداوند متعال، افعال اونها با فرمایشات قرآن کریم هیچ وقت ضدیت نداره، تغایر نداره، انحراف نداره. این قرآن همیشه با اونها هست، این ثابت میشه. تا در امروز قرآن موجوده، باید فردی حداقل یک فرد از اون اهل بیت مطهر رسول خدا در عالم موجود باشه، و الا کلام پیغمبر اکرم باطله. چون پیغمبر فرمود هیچ وقت جدا نمیشن تا روز قیامت که بر من در حوض کوثر وارد میشن. لذا همیشه باید تا قیام قیامت فردی از اهل بیت رسول خدا باشه که متصف به صفت عصمت باشه. یعنی چی؟ یعنی تمام گفتار او طبق قرآن کریم، تمام اعمال او طبق قرآن کریم، و در عین حال علوم قرآن کریم نزد او باشه. و این عقیده شیعه هست. این خودش امام زمان علیه السلام را ثابت میکنه که در هر عصر حجت خدا معصوم باید موجود باشه که تا این افتراق حاصل نشه. چون اگر قرآن باشه، اهل بیت مطهر موجود نباشه، معصوم موجود نباشه، حجت خدا نباشه، اون وقت افتراق حاصل شده و کلام پیغمبر دروغ بوده. و هاشا و به خدا پناه میبریم که کلام رسول خدا دروغ باشه. واضح شد برادر من؟ بله بله. یا علی مدد، متشکر. Straight Away TV.